ظاهراً وضعیت در جاده‌های کابل پایتخت افغانستان عادی به نظر می‌رسد. اما این گونه نیست. در اینجا وحشت حاکم است که هیچ کسی نمی‌تواند در برابر آن لب بگشاید. کاروبار اقتصادی به صفر رسیده است. مرکزهای بازرگانی و بانک‌ها بسته است و همه نسبت به وضعیت کنونی با ترس می‌بینند و ناامید از آینده. این یک کفاش در گوشه ی شهر کابل است. وی رونق کارش را در زمان حکومت پیشین و امارت اسلامی طالبان این گونه بیان می‌دارد. کاروبار اینجاست. تنبریمان برای کل جهاز پیش خوب بود. فرمانده می‌رفت در کار، در وظیفه کار دور می‌کرد، رنگ می‌کرد، در کار بیا بود. ولی کاروبار نیست. تنبریمان برای کل جهاز. آره پیش بود یک ساعت، یک ساعت پیش بود ولی کل جهاز هم ساده فهم نمی‌شد. چهره کابل پس از ورود طالبان به این شهر تغییر کرده است. حضور زنان در شهر اندک است. هرچند هیچ گونه محدودیت تا هنوز از سوی طالبان برای گشت و گذار بانوان در شهر وضع نشده است. اما ترس از طالبان سبب شده است که بانوان به بیرون نروند، چه رسد به اینکه به فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی فکر کنند. با رسیدن طالبان در کابل تنها مردم عادی کاروبارشان را از دست ندادند. بسیار از روزنامه‌نگاران نیز با همین مشکل روبرو‌اند. علی طاهری پیش از این با رسانه‌های خارجی در افغانستان همکار بود است، اما حالا نگران جانش است و آینده افغانستان را تاریک می‌بیند. اصلا ما با آینده خوشبین نیستیم، چون در شرایط فعلی تمام آزادی‌های خود را از دست دادیم، وظیفه خود را از دست دادیم، کار خود را از دست دادیم. در شرایط فعلی ما در تلاش هستیم چطوری بتونیم زنده بمونیم و چطوری کسی دوباره سراغ ما نبره و ما را چیره بمونه. افغانستان در دو دهه پسین پیشرفت‌های بسیار داشته است. زنان فعالیت‌های سیاسی و مدنی داشتند و جوانان به دانشگاه می‌رفتند. اما حالا به گفته سازمان ملل متحد 18 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند و همچنان این سازمان هشدار داده است که تا پایان ماه سپتامبر ذخیره مواد غذایی به پایان می‌رسد.